نکته چهارمی که من میتونم بهتون بگم، وقتی که با متعاملین تماس برقرار میکنین، چه خریدار چه فروشنده، سعی کنین تلفن‌های دیگه‌شون و آدرس محل کارشون و تا جایی که میتونه اطلاعات بیشتر ازشون به دست بیارین. یادتون باشه یه معامله ممکن برای شما 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان درآمد به وجود بیاره و این درآمدی که برای شما به دست میاره خیلی رقم چشمگیریه، ولی امروز که دارین سرویس میدین براتون مهم نیست. ولی در آینده وقتی که همون شخص که به نظر شما اهمیت نداشته، اون ملک میخواد معامله بکنه و میره جای دیگه مینویسه و کمیسیون شما رو نمیده و شما هیچ وسیله دسترسی بهش نداری، هیچ تلفنی، هیچ آدرسش نداری، اون وقتی که اهمیت خودش نشون میده. پس علاج واقعا رو باید قبل از وقوع بکنید، نه بعد یه کاری بکنین که طرف بتونه شما رو دور بزنه و شما هیچ دسترسی بهش نداشته باشید و یا زمانی که برای معامله یا کاری بهش احتیاج دارین نتونین بهش دسترسی پیدا کنین، یه خط تلفن ایرانسل داشته باشه که اونم همیشه خاموش باشه نتونین پیداش کنید. و در سرویس به مشتری، زمانی که به مشتری سرویس میدین، یک قاعده پنجمی ما داریم که میگن که به هیچ عنوان شما در حین سرویس نباید به مشتری صحبت کنید، نباید بهش اطلاعات بیشتر بده مگر ازتون سوال کنه. خیلی میگن آقا شما بس میگی مثلا توضیح در مورد فایل ندیم. نه، شما قبل از اینکه طرف رو ببرین فایل رو ببینه، توضیحات رو کامل بدین، طرف راغب بشه و بتونین ببرین بهش نشون بدین، ولی بعدش در حین سرویس لزومی نداره توضیحات بدین مگر اینکه خودش ازتون بپرسه. پس بنابراین یادتون باشه توضیحات زمان داره، نه اینکه توضیح ندین، زمانش قبل از سرویسه، ولی وقتی رفتین تو سرویس باید به طرفتون چیکار کنین؟ به اصطلاح توضیح رو دیگه ندین مگر اینکه ازتون سوال بکنه. و مورد بعدی چیزی هستش که ما خیلی برامون مهمه و به رغم اینکه ما میگیم از مشتری‌ها در مورد بودجه‌شون سوال نکنیم و در مورد سلیقه‌شون سوال کنیم، ولی یادتون باشه این به این معنا نیستش که شما در مورد منشأ بودجه‌شون سوال نکنید. معنشه بودجه رو حتما بپرسین. طرف میخواد یه ملکی بفروشه بخره، میخواد بودجهش رو وام بگیره، میخواد ملکی که میخره رهن بده. اینا خیلی نکات اساسیه. ممکنه شما یه ملکی رو بریم به طرف نشون بدین که به دلایلی نتونه رهن بده، تا یک سال آینده مستاجر توش باشه. پس وقتی میدونین که طرف میخواد یه آپارتمان رو رهن بده و جزی از ثمن معاملش قرار بده، پس بنابراین نمیبرینش طرف آپارتمانی که مستاجر توشه و مستاجر حالا اونجا رو خالی نمیکنه. یا مثلا طرف حالا قراره یه ملکی بفروشه، نمیدین وقت زیادی روش بذارین چون طرف هنوز ملکش نفروخته، به پول نزدیک نکرده و شما هر چقدر فایل بهش نشون بدید جز اینکه گیجش کنه، جز اینکه فایلای شما دستتون بره و فایلای دیده شده شما رو ببره جای دیگه تعریفشو بکنه و اون فایلا در اختیار رقباتون قرار بگیره، هیچ سودی نخواهد داشت. پس ما منشأ بودجه رو حتما بپرسیم.